شب گذشته شیعیان و عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت علیهم در سراسر جهان مراسم عزاداری شب شهادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها را برگزار کردند برگزاری مراسم عزاداری سینه زنی روزخانی بر پای موکب های خدمت رسانی به زائران راه اندازی دسته های عزا از جمله فعالیت های شیعیان در سراسر جهان بوده است همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد دهم رجب سال روز شهادت بانوی صبر خواهر امام حسین علیه السلام و دختر حضرت زهرا و امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیه ما سلام عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیه است. بر همین اساس از شب گذشته عاشقان و شیعان اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام سلام در شهرها و کشورهای مختلف جهان به برگزاری مراسم و مجالس ازای آن بانوی گرامی پرداختند. مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه آیت الله العظمى حاج سید صادق حسینی شیرازی دامزلو نیز در شهرها و کشورهای مختلف جهان با برگزاری مراسم و مجالس عزا در سوگ آن بانوی گرامی نشستند. بر اساس اطلاعات و اخبار دریافتی خبرنگاره، خبرگزاری شیه ویوز در کشور سوریه هزاران تن از شهروندان عراقی از شهرهای مقدس کربلا و نجف و نیز پایتخت عراق بغداد و دیگر شهرهای عراق برای زیارت حرم متحر حضرت زینب سلام الله علیها و برگزاری مراسم اعضای آن حضرت به سوریه سفر کردند و در شب شهادت حضرت زینب در حرم متحر ایشان حضور یافتند. در همین حال هیئتی شامل مقلدان مرجعیت شیعه آیت الله العظمى حاج سید صادق حسینی شیرازی دام از نیز برای زیارت حرم مطهر حضرت زینب سلام الله علیها و شرکت در مراسم عزاداری عقیله بنی هاشم راهی سوریه شدند از سوی دیگر سید عارف نصر الله مسئول روابط عمومی دفتر مرجعیت شیعه نیز که به همراه هیات همراهش به سوریه سفر کرده با سر زدن به مواکب مختلف و دیدار با مسئولان هیات ها و مواکب حسینی خدمت رسانی این مواکب به زائران زینبی را مورد تحسین و تمجید قرار داد.